یه گروه از روایت ها هستن در مورد سید خراسانی که این سید خراسانی بعضی وقتا درش به تعبیر شده به سید خراسانی که همه اون روایت رو تطبیق میدن با توجه به بررسی های عینی زمانه. یعنی ما که میگیم سید خراسانی طبق این روایات مقام معظم رهبریه، این روایت درست باشه نباشه، درست نبودن این روایت در تطبیقش با مقام معظم رهبری خیلی معانی داره، خیلی سخته برای کسی بیاد اثبات بکنه یا ادعا بکنه که سید خراسانی مقام معظم رهبری نیستن. در روایت ها حتی ذکر شده اون کسی که از قم قیام میکنه پرچم رو به فرد بعدی خواهد داد. گاهی از اوقات از قیام سید حسنی نام برده میشه در روایت ها به عنوان قبل از ظهور، که سید حسنی دو تا روایت داره، یعنی دو جور روایت ها. بعضی ها همین سید حسنی رو به نام سید حسینی نام میدن، محققین اینجوری گفتن کسی به نام سید حسنی ما نداریم، همون سید حسینیه، چون بالای روایت نوشته حسنی، پایین روایت تو اون سند اصلی نوشته حسینی. حسنی رو هیچ وقت به اشتباه حسینی نمی‌نویسن، ولی حسینی رو ممکنه به اشتباه حسنی بنویسن، این دو تا نقطه‌اش در مقام کتابت نوشته نشده باشه. و اصلا چجوریه؟ بعضی از روایت رو گفتن سید حسینی، تو بعضی از به اصطلاح نقل‌های مکتوب یه قسمتش سید حسنی اومده یه قسمتش حسینی اومده، معلوم میشه این سید حسنی در کتابت اینجوری شده و اصلا سید حسینی، که حتی در روایت اومده که این سید در دست راست خودش علتی داره، خالی داره، مشکلی داره، که بعضی ها به فارسی میگن این خال، یعنی این خال رو دست راستش داره، یعنی خال رو دست راستش داشته باشه که یه آسینش رو بالا نمیزنه که من خال دارم اینجا رو دستم نگاه بکنیم. این خال دو تا معنا داره در زبان عرب، یکی به معنای مشکل، به معنای چی؟ علت، یعنی مجروحه، دست راستش مشکل داره، که شما دست راست مقام معظم رهبری رو میبینید تطبیق میدن با این بخش از روایات در مورد این سید بزرگوار. ایشون کسی هستن که با یارانشون به قیام امام زمان علیه السلام میپیوندن. در روایت ها به گونه های مختلف آمده که حالا به صورت های مختلفی کنار هم دیگه که میچینین واقعا یه دفعه خودت رو در عصر ظهور خواهی بید و این رو شما البته دست کم نگیرید. در روایت ها برای آخر زمان علائم دیگری هم هست، مثل نابودی قوم یهود، که شما میبینید واقعا این زمینه آماده است. اخیرا در اخبار مثل اینکه دیروز شاید یا پیروز گفتن یکی از علماء یهود در عصر حاضر جایی سخنرانی کرده بوده و گفته بوده که بر اساس آگاهی های مذهبی ما درباره آینده دولت اسرائیل انقلابش نزدیکه، خودشون دارن میگن، و اونها این آگاهی های مذهبی رو در مورد آینده تقریبا درست دارن. بعضی ها تحلیلشون این هستش که اصلا همه این سراسدارها در عالم مال اینه که اینا دقیقا مطلع شدن از این که جهان در آستانه ظهور آقای امام زمان علیه السلام هست، دارن مقدمه چینی میکنن برای رویارویی، که اونا که نمیخوان بپذیرن که طبیعتا میخوان مقابله کنن.